بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. محصلین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امید است که در حفظ و حمایت پروردگار به سر ببرید و از همه آفات و بلیات کنونی زمینی و آسمانی در حفظ و حمایت پروردگار قرار داشته باشید. امید است که الله سبحانه و تعالی بر همه امت مسلمه لطف فرموده و همه را از گزند روزگار محفوظ داشته باشد. در درس گذشته پیرامون برخی از احکام حیض مسائل را خواندیم، از جمله حیض منع می کرد از نزدیکی با شوهر و از جمله این بود که نمی توانست که زن حائض به خانه کعبه طواف بکنه چون مسجد بود و مسجد از داخل شدن حائض ممنوع بود، و همچنان از همین قبیل خواندن قرآن برای زن حائض ممنوع بود، مساس کردن قرآن برای حائض، برای جنوب، برای بیوزو ممنوع بود. و بعد این را بیان کرد که در صورتی که اگر خون حیض به سر بیشتر از سروز قطع میشه و در بر عادت زن باید اول غسل بکنه بعد مجامعت مجاز است، اگر سر کم سروز بود و در اون صورت حتما باید غسل بکنه، تا وقتی غسل نکنه و اندازه یک تکبیر تحریمه بر اون نگذره نماز دین به ذمه نشه و وقتی مجاز نیست، و اگر به سر ده روز هم باشد آنجا با قطع شدن وقتی کردن مجاز است. اما مستحب این است که باید اول غسل بکنه و بعد با آن همبستری صورت بگیره. و در این درس پیرامون بعضی دیگر از مسائل و احکام فقهی میخوانیم، از جمله و الطهر اذا تخلل بین الدمین فی مدت الحیض فهو کالدم المتوالی. خون زمانی که از پس بیایه بین دو طهر، وقتی که واقع شه بین دو خون، مثلا زن یک روز خون دیده، یک روز ناپاک پاک بوده، باز روز دیگر خون دیده، مدت هم مدت حیزه، فهو کالدم المتوالی، آن مانند خون پی در پی است، گویا هر سه روز عادت دیده. قال رضی الله عنه، مصنف گفته و هذه احد الروایات عن ابي حنيفه رحمه الله، یکی از روایات است که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده است. و وجهه، دلیلش این است که ان استيعاب الدم مده الحيض ليس بشرط بالاجماع، در بر گرفتن خون مدت حیض را که از اول تا آخر همه را در بر گیر باشه این شرط نیه به اجماع و اتفاق. فیعتبر اوله و آخره، اعتبار می شود اول و آخر آن، همین که اول و آخرش خون بود ولو که در وسط پاک باشه او حکم خون را دارد. کن نصاب فی باب الزکات، مانند نصاب که در باب الزکات، حالا اولا سال هم که نصاب کامل بود و آخر سال هم که نصاب کامل بود، نقصان نصاب در ما بین سال ضرر نمی رساند به شرطی که در دو طرف کامل باشد. و عن ابی یوسف رحمه الله و هو روایته عن ابی حنیفه، از امام ابی یوسف رحمت الله علیه روایت است و ای روایت امام ابی یوسف از امام ابی حنیفه هم است. و قیل هو آخر اقواله، بعضی گفتن ای آخرین اقوال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، ان الطهر اذا كان اقل من 15 يوما لا يفصل، پاکی زمانی که کمتر از 15 روز باشد او فاصل بین دو دم حساب نمیشه. و هو كله كالدم المتوالي، و او کاملا مثل خون پی در پی است. لانه طور فاسد، زیرا یک پاکی فاسد است، پاکی درست و صحیح نیه، پاکی درست همونه که 15 روز تکمیل بکنه. فیکونو به منزلت دم او به منزله خون می باشد.
والاخذ بهذا و گرفتن با این نظریه به از القول به همین قول ایسر و آسان تر است و تمامه یعرف فی کتاب الحیز، تمام این مسئله و تفصیل این مسئله و توضیح آن شناخته می شود در کتاب الحیز از مبسوط امام محمد رحمت الله علیه. و اقل الطهر 15 یوما، کمتر پاکی 15 روز است. هكذا نقل عن ابراهيم النخعي رحمه الله، همچنین نقل شده از امام ابراهيم النخعي از تابعین رحمت الله عليه، وانه لا يعرف الا توقيفا. و چنین مسئله که مقدار یک شعر مشخص کردن، تحدیدات و تقدیرات را بیان کردن، ای شناخته نمی شود رأی، چون رأی در شناخت مقادیر دخل نداره، این شناخته نمیشه مگر از روی اطلاع یافتن و موقوف بودن بر شنیدن حتما از صاحب شرع برای آن روایت رسیده. ولا غایت لأکثره، انتهای نیست برای بیشتر مدت پاکی، اقل 15 روزه ولی اکثری و مشخص نیست. لأنه يمتد إلى سنة وسنتين، زیرا پاکی طولانی میشه تا یک سال و دو سال. فلا يتقدر بتقدير، اندازه نمیشود به تقدیر و تعیین، إلا إذا استمر به الدم، مگر زمانی که وزن خون استمرار و دوام پیدا بکنه. فاحتیج إلى نصب العادة، اونجا ضرورت بشه به اینکه برای از او یک عادت ما تعیین بکنیم و مقرر بکنیم. ويعرف ذلك في كتاب الحيز، اي موضوع و اين مساله هم شناخته مي شود در كتاب الحيز از مبسوط. تا اينجا براي ما خون حيز بيان كرد، اقل يور بيان كرد، اكثر يور بيان كرد، احكام يور بيان كرد، اقل طهر بيان كرد، اكثر يور بيان كرد. اما از اينجا مي خواهد نوع دیگر که خون استحاضه هست برای ما واضح بگردانه. و دم الاستحاضه کالرعاف الدائم لا يمنع الصوم ولا الصلاه، خون استحاضه که اون خونی است که از رگه ها جاری میشه، از رحم نیست. مانند خون بینی همیشگی که یک شخص دائم خون دماغ میشه، لا يمنع الصوم ولا الصلاه، نه روزه گرفتن را مانع میشه، نه نماز خواندن را مانع میشه، ولا الوطی، نه هم وطی کردن شوهر را مانع میگردد. لقوله علیه الصلاة والسلام، به خاطر فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام، توضئی، وضو بگیر، برای فاطمه بنت ابی حبیش صحابیه است، پیامبر علیه السلام برایش به صیغه تأنیث فرمودند توضعی وضو بگیر و صلی نماز بخوان، صیغه تأنیث امر. و این قطر الدم علی الحصیر، اگرچه که خون جریان داشته باشد و بچکد قطره قطره بر روی بوریا، باز هم تو وضوعت را بگیر و نمازت را بخوان. و اذا عرف حکم الصلاة ثبت حکم الصوم والوطی، وقتی که شناخته شد حکم نماز، نماز بفهمیدیم که باید خون استحاضه مانع خواندن نماز نمیگرده، ثبت حکم الصوم، ثابت شد حکم روزه، روزه و نماز یک حکم داره، و الوطی و حکم وطی هم ثابت شد که جواز وطی هم صحیح است، به نتیجه الاجماع، به نتیجه اجماع، چون اینها همه با هم یک چیز هستند و به اجماع هست که حکم روزه و وطی و نماز یکی. ولو زاد الدم، اگر خون زیاده شد، علی عشرت ایامین، بر 10 روز خون
از 10 روز تیر شد. ولها عادت معروفت، برای زن عادت شناخته شده ای بود که در گذشته همیشه 6 روز خون میدید یا 7 روز خون میدید. ردونها، در کمتر از 10 روز، 6 روز بود 7 روز بود خون میدید، عادت سابقه زن همی بود. ردت الى ایام عادتها، در صورتی که خون از 10 روز تجاوز کرده پس بازگردانیده میشد به روزهای عادت آن، که همون 6 روز و 7 روز گفته میشه که ای حائض است و بعد از او و گردنی اون نمازها هست یه حکم استحاضر داره. والذی زاد استحاضت، آنچه که زیاده شده او استحاضه است. چرا؟ لقول علیه الصلاة و السلام، به خاطر فرموده پیغمبر علیه الصلاة و السلام، المستحاضت تدع الصلاة ایام اقرایها، زن مستحاضه ترک کند نماز را در روزهای عادتش، روزهای حیضش. ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشر، دیگر اینکه همان روزهایی که بر عادت اضافه شده، مثلا از 6 روز و 7 روز که تجاوز کرده تا 10 روز، او هم جنس می باشد با آن روزهایی که بر 10 روز اضافه شده، او روزهایی که 11 و 12 و 13 خون دیده، این روزهایی که زاید از عادت دیده هم رنگان هاست. فیلحق به، پس ملحق گردانیده می شود زاید بر عادت و زاید بر 10 روز. و این ابتدأت مع البلوغ مستحاضتن، اگر شروع شد زن به همراه بالغ شدن در حال مستحاضه بودن، همی که بالغ شد خون استحاضه هم از او دوامدار جاری بود. فحیضها 10 ایام من کل شهر، پس حیض زن 10 روز است از هر ماه. اینجا مشخص اکثر میگیریم 10 روز از هر ماه او عادت از اونه. و الباقی استحاضتون، باقی مانده هرچی که زائد میشه او استحاضه است. لأن عرفناه حیزا، ما شناختیم همان عادت را در ابتدای مرحله حیز، عادت زن حیز است. وقتی که حیز شد، حیز شدن یقینی شد، فلا یخرج عنه بالشک، ولی به شک ما نمیتونیم که چون عادت هم ندارد که بگیم و روزهای عادت از او ما میگیریم، لحاظایی ابتدایی است، لحاظا از حیث خارج نمی شود به شک، چون الیقین لا یزول به شک و الیقین لا یزول الا به یقین مثلی، از قواعد کلی فقه است. یقین به شک زائل نمیشه و یقین بدون از مانندش همانطور یقین دیگر زائل نمی شود. والله اعلم. فصل فی الاستحاضه، از اینجا فصل در بیان استحاضه است. چون استحاضه هم از نظر تعریف خود هم از نظر احکام خود متفاوت بود با خون حیض و با احکام حیض، لذا تحت فصل علاهدی که مسائل مختلف و شخص در آنجا ذکر میشه، یک عنوان گذاشت به نام فصل فی الاستحاضه. والمستحاضت و من به سلس البول، کسی که زنی که مستحاضه است، همان خونی که به اساس مرض از رگه ها جاری میشه، و من به سلس البول، و او کسی که به او چکیدن بول است، سلس سلیس روان، دائم همچنان بول جریان داره و روان است و هیچگاه خشک نمیشه.
و الرعاف الدائم و کسی که به او خون بینی همیشگی است، دوامدار همیشه خون بینی است. و الجرح الذي لا يرقع، کسی که به او اتر زخمی است که هیچگاه خشک نمی شود، مدام او نم می ده. زورک است، دیگر دانه هاست که هر دم همچنان جریان داره، خون و چرک و رطوبت و اینها می آید. ای اشخاص چه کار بکنند؟ یتوضعون لوقت کل صلات، وضو بگیرند برای وقت هر نماز، وقت به اول وقت هر نماز وضو بگیرند. فیصلون بذلك الوضوء، پس نماز بخوانند به همان وضو، فی الوقت در همان وقت، ما شاءوا، آنچه که میخواهند من الفرائض و النوافل، از نمازهای فرض و نمازهای نفل. وقال الشافعی رحمه الله، امام شافعی رحمت الله علیه فرموده، تتوضع المستحاضه لكل مکتوبه، زن مستحاضه وضو بگیرد برای هر فرض علاهده. ام یک فرض که خوند باز وضو گیرد، باز اگه قضایی میخوانه فرض دیگری باز وضو بگیرد، باز با وقت دیگر باز همچنان وضو بگیرد. ولأن اعتبار طهارتها ضرورة اداء المكتوبة، دیگر اینکه اعتبار دادن پاکی زن مستحاضه در حالی که خون از او جریان داره به خاطر ضرورت ادای فرض است. فلا تبقى، پس باقی نمی ماند بعد الفراغ منها، بعد از فارغ شدن از فرض. ولنا دلیل از برای ما قوله علیه الصلاة والسلام، گفته پیغمبر علیه الصلاة والسلام است، المستحاضت، زن مستحاضه تتوضع وضو بگیرد، لوقت کل صلات، برای وقت هر نماز. و هو المراد، و همین است مراد، بالاول به حدیث اول که المستحاضت تتوضع لکل صلات، مراد از لکل صلات یعنی لوقت کل صلات، لان لام تستعار للوقت، لام آریت گرفته میشه و استعاره میشه برای وقت، لام به معنای وقت به کار میره. در معاوره عرب گفته میشه آتی کل صلات الظهر، من میایم تو را برای نماز ظهر، یعنی وقتها، وقت نماز ظهر میام. و الله سبحانه و تعالی فرموده اقیم صلات لدلوک شمس الى غسق اللیل، برپادار نماز را با وقت میل کردن و زوال کردن آفتاب، گردیدن آفتاب. ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرا، دیگر اینکه خود همین وقت قائم مقام یا نائب مناب یا جاری مجرای ادا قرار داده میشه، تيسيرا به خاطر آسانی بر مکلف. فيدار الحكم عليه، پس دور داده میشود حکم عليه بر وقت. و اذا خرج الوقت، زمانی که وقت خارج، وقتی که برای آن مستحاضه و معذورین دیگری که امثال او هستند وضو گرفتن، اما وقت رفت، تمام شد، آخر وقت شد، بطل وضوءهم، وضوء این معذورین باطل میشه. و استأنف الوضوء، و از سر بگیرن وضوء را، لصلاة اخرى، برای نماز دیگر و برای فرض دیگر. و هذا عند علماء الثلاثه، همین حکم یا همین تفصیل در نزد علمای ثلاثه ماست که امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف رحمه الله و امام محمد رحمت الله علیه.